بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه مجله فوتبال. بریم سراغ زیر 20 سال کافا. پیروزی شاگردان عبدی در گام نخست در چارچوب بازی‌های مرحله گروهی رقابت‌های قهرمانی کشورهای عضو اتحادیه فوتبال آسیای مرکزی که در جلال‌آباد قرقیزستان جریان داره، امشب از گروه بی تیم جوانان کشورمون با 3 گل تیم زیر 20 سال ترکمنستان رو شکست داد. رضا قندی‌پور، علیرضا همایی‌فرد و یوسف مزرعه تو این مسابقه برای تیم ایران گل زدن. ترکمنستان در روز نخست این مسابقات هم 3-2 مغلوب ازبکستان شده بود. به این ترتیب جوانان کشورمون پس فردا سه‌شنبه برای سرگروهی به مصاف تیم ازبکستان میرن. امروز از گروه A رقابت ها هم تاجیکستان 1-0 برابر افغانستان به پیروزی رسید. خوان کارلوس گاریدو، سرمربی اسپانیایی پرسپولیس، امروز در حضور خبرنگارا قراردادش رو امضا کرد و به پرسش‌های اونا هم پاسخ داد. سرمربی جدید پرسپولیس امروز قراردادش رو با این باشگاه امضا کرد. گاریدو بعد از امضای قرارداد از اهدافش با پرسپولیس گفت: البته که هدف اصلی ما قهرمانی و برد مسابقات است و کاری که باید بکنیم اینه که طبق سازماندهی، طبق دیسیپلین و قانون و عملکرد خوب توی تمرین ها بتونیم به این هدف برسیم. و صحبتاش مشخص بود که با تحقیق و آشنایی کامل به پرسپولیس اومده. می‌دونم که بعضی وقتا بازی دربی فقط بازی فوتبال نیست، از لحاظ روحی باید جنگید. اینو میدونم، ولی باید بگم که از نظر من هر بازی میتونه اهمیت اون رو داشته باشه و ما باید هر بازی رو برسیدن به هدفمون ببریم که دربی هم یکی از اون بازی هست. من فکر نمی‌کردم ایشون تا این حد بازیکنهای ما یا فوتبال ایران رو بشناسه، حتی بازیکنهای شاخصی که در ایران هستن ولی تو تیم‌های دیگه هستن. با هماهنگی‌های ایشون انشالله سعی می‌کنیم بازیکن‌های مستعد و خوبی که در حد اسم پرسپولیس باشه حتما جذب کنیم. سرمربی اسپانیایی پرسپولیس دستیارانش و سایر اعضای کادر فنی رو هم معرفی کرد. اسپشیالی جلال اسیستن کوچ. کادر فنی باشگاه کسایی هستن که همین الان توی باشگاه حضور دارن، خصوصا آقای سید جلال حسینی. هاف چاوی اولیوا اسیستن کوچ، فورمر گلکیپر فرام ویارئال. جاویر اولیوا. چاوی اولیوا میگن که قبلا دروازه‌بان بودن ولی الان به عنوان کمک مربی اول به من کمک خواهند کرد و الان اینجا تشریف دارن. اند فیتنس کوچ از ادریس. و ادریس هم مربی بدنساز تیم خواهد بود. گود تکنیکال استاف و کادر فنی خوبی داریم الان. با توجه به نامشخص بودن زمان شروع بازی‌های لیگ برتر، زمان آغاز تمرینات پرسپولیس با گاریدو هم هنوز مشخص نشده. حالا باید منتظر باشیم و ببینیم آیا سرخپوشان که در 8 سال گذشته 7 بار قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران شدن، با خوان کارلوس گاریدو هم میتونن موفقیت‌های گذشته رو تکرار کنن. حمید رضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما. این رو هم اضافه کنم که گاریدو فردا دوشنبه به همراه دستیارش برای انجام برخی امور شخصیش از ایران میره و قرار شنبه 22 تیر به ایران برگرده. میریم سراغ بحث امشب در همین مورد با آقای بهزاد داداش‌زاده، مربی و کارشناس فوتبال و البته پیشکسوت باشگاه پرسپولیس که دیدی در استودیو حضور دارن. حالا یه نکته‌ای که وجود داره، این خوشحالی آقای درویش بابت شناخت آقای گاریدو از فوتبال ایرانه که حالا با یه سرچ ساده توی اینترنت هم در میاد، خیلی چیز پیچیده نیست. با آقای خمز هم میتونه صحبت کنه. آقا خوش اومدید. خیلی متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم به شما و همکارانتون و برنامه خوب مجله فوتبالی که همیشه صداقت و صادق بودن تو برنامه‌تون هست. در خدمت سلامت باشید. انشالله که ما همه توانمون رو به کار بگیریم و در این زمینه موفق باشیم. عرض کنم که اول انتخاب آقای گاریدو، حالا من چرا اینجوری تلفظ میکنم، پرسجو کردیم این اسم اینجوری شده که چطور ارزیابی میکنید؟ فکر میکنم فصل سختی رو پیش رو داشته باشه با توجه به یارگیری که امروز پرسپولیس خیلی انجام نداد. قطعاً ببینید، به هر حال اول اینکه تبریک میگم به خانواده بزرگ پرسپولیس که خدا رو شکر زودتر تکلیف مربی سرمربی باشگاه مشخص شد
و تا همینش هم به نظر من خیلی دیر به هر حال بود. حالا این اتفاق افتاد، حالا خوشحالی آقای درویش شما میگی، من به نظر من اون ساده بودن و صداقتش و منم برای خودم برای من جای سوال بود که این همه به هر حال خوشحالی کرد. خیلی ها باید آرزوشون باشه بیان مربی تیم پرسپولیس باشن و آقای گریدام اومده بهش تبریک میگیم، امیدوارم بیاد موفق باشه. من از این تریبون شما میگم به این سرمربی، به آقای درویش، ازش خواهش میکنم گزینه های به عنوان مشاور یا به هر حال به عنوان کسی که بتونه به پرسپولیس کمک کنه، اول باشگاه رو دوست داشته باشه، اول سرمربی رو دوست داشته باشه، اول آقای درویش رو دوست داشته باشه، بعد پول. چون متاسفانه شما میدونید که شروع کار همیشه میان دنبال دلالی و پول میافتن و باعث میشه که یه سری بازیکن‌ها در حد و اندازه پرسپولیس نیستن، جذب میشن و اتفاقات بعدی میفته. سال سختیه. ببین تنها حسن این مربی که من خودم ارزیابی کردم و خیلی هم خوبه، آشناه با فوتبال آسیا، یعنی توی آسیا مربیگری کرده، اون فضای فوتبال آسیا رو بلده، این خوبه. ولی الان که گفتن که به هر حال نتایج توی آفریقا یه سری تیم‌ها نگرفته، ما نمیدونیم، باید آقای درویش کارشناسی بهتری میکرد یا ما باید تحقیق کنیم ببینیم اون باشگاه آیا مثل پرسپولیس محبوبه، اون باشگاهی که مربی بود مثل پرسپولیس بودجه در اختیار این مربی گذاشته، مثل این باشگاه آیا بازیکنایی که مد نظر این سرمربی بوده در اختیارش بوده. ببینید اینا همه بحثه، ما باید به هر حال این دست مربی رو باز بذاریم و باید خواسته‌هاش رو برآورده کنیم، اون وقت می‌خوایم قضاوت کنیم. تا همین الان هم کار سخته و شما نگاه کنید یه تیم بخواد 11 تا بازیکن در کنار هم سالیان سال بازی کردن، 7 تا قهرمانی آورده، به یک باره پاچیده شده. خب این واقعا کار سختیه، این هماهنگی بازیکن‌ها، این شاکله تیم عوض شده، برای مربی خیلی سخته. بله، حالا تو همین زمینه که شما گفتین بریم به آقای مشتبه نورعلی، روزنامه‌نگار و خبرنگار و مطلع حوزه باشگاه پرسپولیس صحبت کنیم به صورت تلفنی، ببینیم خبر جدید چی دارن. حالا روابط عمومی قطعا باید در مورد صحبت میکرد که امروز ظاهرا خیلی درگیر برگزاری این نشست قرارداد و امضای قرارداد آقای گریدو بودن، نشده باشون ارتباط برقرار کنیم، یعنی نتونستن جواب بدن. حالا انشالله در روزهای بعدی سعی میکنیم از خود دوستان روابط عمومی یا حالا مدیران باشگاه پرسپولیس این قصه رو بپرسیم، اگرچه بی خورده در ارتباط با رسانه‌های ذره سختشونه. آقای نورعلی سلام، وقتتون بخیر. آقای عراقی من خدمت شما و همه بینندگان از شبکه خبر سلام عرض می‌کنم، همچنین خدمت آقای دوزایزاد پیشی خدمت محترم باشگاه پرسپولیس در خدمتتون هستم. فقط یک مقدار اگر بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشم. و اینکه چه خبر جدیدی هست از پرسپولیس، بازیکن جدید، بازیکنایی که رفتن، تمدیدی‌ها؟ عرضم به حضورتون که همونطور که حالا خودتون اشاره کردید، امروز مراسم معرفی سرمربی جدید برگزار شد. خب یه جوری پرسپولیس میتونیم بگیم که از اون سردرگمی که داشت در اومد. حالا به هر حال تکلیف کادر فنی مشخصه و از فردا فکر میکنم بحث نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس وارد فاز تازه تری بشه. حالا اینطوری که از باشگاه خبر میرسه احتمالاً فردا یک یا دو بازیکن معرفی میشن به عنوان بازیکنان جدید پرسپولیس. از این طرف خب باشگاه پرسپولیس خیلی به دنبال محمد رضا آزادی بود که خب امشب اعلام شد این بازیکن با تیم العروبه قطر به توافق قطعی رسیده و دیگه به احتمال خیلی زیاد باشگاه پرسپولیس نمیتونه این بازیکن رو در خدمت بگیره. میدونید که این بازیکن خب سابقه بازی فکر میکنم یک سال توی لیگ یونان بازی کرده بود، حالا برای دومین بار داره لژیونر شدن رو تجربه میکنه و خب با این شرط باشگاه پرسپولیس دستش کوتاه شد از این بازیکن. اما خب همونطوری که میدونید مهمترین اتفاق بحث جدایی علیرضا بیرانوند، مهدی ترابی و دانیال اسماعیلی فر بود. درسته که میگن آقای بیرانوند گفته میخوام دوباره برگرده؟ صداتون نداشتم جان. میگم درسته که گفته میخواد برگرده به پرسپولیس دوباره؟ والا به صورت رسمی نه، ولی خب حالا خودتون میدونید که تو این فصل نقل و انتقالات یه سری واسطه ها هستن که یه سری حرفا میبرن میارن. حالا در جدیدترین صحبتی که مطرح شد این که باشگاه تراکتور که خیلی خواهان علیرضا بیرانوند بود، اینطور که حالا ما شنیدیم، حالا صحت و فوق شما فکر کنم خود دوستان در طرف باشگاه تراکتور که رسما چیزی اعلام نشده عرض میکنم، ولی حالا میگن که یه اختلاف 4-5 میلیاردی باعث شده که حالا این قرارداد امضا نشه
و خب بیرانوند مذاکره کرده رسمی با باشگاه تراکتور، ولی خب هنوز به توافق نرسیده. ولی خب به نظر میرسه که کار مهدی ترابی و دانیال اسماعیل فر با تراکتور تموم شده، این دوتا بازیکن به زودی معرفه میشن با پیراهن جدید تیمشون و خب جدایی این دو بازیکن قطعی از پرسپولیس. بیرانوند با شرطی که به وجود اومده خیلی کار سختی داره. چون پارسال عبدالکریم حسن چطور؟ عبدالکریم حسن هم این جریان 1 میلیون دلار و اینها چیه؟ حالا باشگاه العربی قطر، حالا البکره بود، العربی بود، چند تا باشگاه عربی به دنبال جذبش هستن. براخون بازیکن رزومه داریه، بهترین بازیکن آسیا شده و خب طبیعیه که باشگاه قطری دنبالش باشن. احتمال خیلی زیاد عبدالکریم هم جدا میشه، چون حالا گفته میشه که اون باشگاه قطری که میخوادش هم حاضر شده یه مبلغی در حدود 1 تا 1.5 میلیون دلار رو پرداخت کنه. از این طرف هم میگن باشگاه پرسپولیس خواهان برگزاری اردوی زمستانی تو قطر شده، که حالا اینم پیش شرط آزادی رضایت‌نامه این بازیکن بوده و به نظر میرسه که این بازیکن هم جدا شه. ولی خب همونطوری که تو اخبار بود باشگاه پرسپولیس انقلاب هر 5 سهمی خارجیش میخواد استفاده کنه، در صورتی که بیرانوند قطعی دیگه به پرسپولیس برنگرده، به احتمال زیاد این باشگاه یک دروازه‌بان خارجی میگیره که احتمالاً دروازه‌بان اروپایی باشه، که البته ان شاءالله امیدواریم داستان رادشوویچ تکرار نشه. الان بازیکنی که نزدیک به باشگاه پرسپولیس باشه مذاکره کرده باشن وجود داره؟ ببین بازیکن مذاکره کرده، ولی اینکه بتونیم بگیم به صورت قطعی و نزدیک و اینا نه. الان بحث دلالیش اینا نمیخوایم اسم بگیم خیلی، ولی اونی که دیگه حالا مثلا مرحله پایانی مذاکرهش عرض کردم، احتمالاً فردا 1 یا 2 بازیکن معرفی میشن، ولی حالا اینکه اسمشون رو گفته نشه به نظرم تو این شرایط ذره بهتره. ولی احتمالاً علی نعمتی هم تو همین هفته با پرسپولیس تمدید میکنه. بحث تمدید ایصال کثیر خیلی جدیه، میدونید که خب وحید امیری و مرتضی پورعلی گنجی هم پیش از این تمدید کردن، به احتمال زیاد حالا سروش رفیع هم سفر خارج از علی نعمتی با 25 میلیارد یا 15 میلیارد مثلا سقف پرسپولیس امسال 15 میلیارد سقف قرارداد بود، چون یه شایعه شد که ظاهرا سر 25 میلیارد به توافق نمیرسیدن. خب به هر حال بازیکن‌ها میدونید که میخوان آپشن تو قراردادشون داشته باشن، میخوان به هر حال یه سری آیتم هایی رو داشته باشن که مبلغو بالاتر ببرن. بیشتر این جدل هایی که اتفاق میفته جدل هایی که بر سر آپشن هاست، یعنی خب سقف قرارداد پرسپولیس 15 میلیارد امسال، طبیعتا بازیکن‌ها به دنبال اینن که بتونن حالا قرارداد بهتری ببندن، اما خب باشگاه میخواد پول کمتری بده. ممنون. نکته خاصی نموند؟ نه، فقط بحث رامین رضاییانه که حالا تو فضای مجازی پرسپولیس خیلی دنبالش بودن که رامین رضاییان جذب بشه، ولی خب امروز فکر کنم آقای درویش مدیر عامل پرسپولیس خواب پاکی رو دست همین پرسپولیس ریختی، گفت رامین با سپاهان قرارداد داره و خب ما نمیتونیم باش مذاکره کنیم، هرچند که خود رامین رضاییان نظر متفاوتی داره و انگار دنبال رفتن از سپاهان که حالا مقصدش کجا باشه هنوز فعلا مشخص نیست. باشگاه پرسپولیس از شنبه تمریناتش رو شروع میکنه با آقای گاریدو و دو تا دستیار خارجی شو سید جلال حسینی و احتمالا میرداد خامان. ممنون آقای نورعلی که در این گفتگو حضور داشتید، آخرین خبرها رو به ما گفتید. زنده باشید، شبتون بخیر باشه. خدا نگهدار. شب شما بخیر. خب آقا بمب منفجر شد در تیم قهرمان، خیلی ها رفتن و هنوز بازیکن جدیدم حالا فردا ظاهرا اونجور که آقای نورعلی گفت یه 2 بازیکن جدیدی احتمالا معرفی خواهند شد یا حالا نزدیک به واقعیت شاید باشه این خبر. شما چجوری ارزیابی میکنید این سبک نقل و انتقالات رو؟ خب ببینید متاسفانه یه واقعیت فوتبال این روزها، من توی به هر حال محفلا خب واقعا علاقمندان فوتبال صحبت هایی میکنن که واقعا خودشون کارشناسن، یعنی مثلا من میریم توی به هر حال خیابون یا برای خرید یا برای هر جا که میریم صحبت های خیلی قشنگی میکنن، به نظر من مردم ما الان آگاهن، خودشون کارشناسن. شما مثلا نرخ بازیکن رو کی تعیین میکنه؟ حتی اون 15 میلیارد رو خب شما حساب بکن، مثلا یه آقایی هستش که حالا بگم اسمش رو بگم همیشه میگه من اسمو بگو، آقای اسماعیل بلالی فیلچور، یه واقعا خوشن یه کارشناسه، یا آقای زینوند یه رئیس بانکه که هر وقت میریم پیشش یه صحبتایی میکنه آقای عراقی عزیز، منو به ازاد داشته واقعا میمونم. راست میگه، اونا خودشون الان کارشناسن، میگن آقای ایکس ما این بیرانوند تو همین پرسپولیس شده بیرانوند، کتمان که نمیشه کرد. خیلی ها تو فوتبال مدیون پرسپولیس بودن هستن، ولی هیچ وقت پولای پشت سرشون رو خراب نکردن، یک انگشت‌نگماری بودن. ولی شما الان ببین، حالا شما میخوای بری اشباه شدی، 7 قهرمانی دیدی درست، و
ولی باید قبول کنی هر کی از پرسپولیس رفته دیگه اون روزهای خوشی که توی زمان پرسپولیس داشت رو نداره. حالا الان سبک یارگیری پرسپولیس رو در موردش خب ببین سبک بله سبک ببینید واقعا سخته با این بودجه با این پول انصافا سخته. به نظر من باید آقای درویش با طرفدارا صادق باشه. ما نمیدونیم سقف قرارداد چقدره، ما نمیدونیم برای بازیکن درجه 1-2 چه مبلغی در نظر گرفتن. بله خیلی از بازیکن‌ها الان دوست دارن بیان پرسپولیس، یک زمانی آرزوشون بود یه سری بیان پرسپولیس، الان برعکس شده. من به نظر من باید آقای گاریدو شامت داشته باشه بیاد از بازیکن‌های جوون گمنام که همین الانش هم توی امیدای پرسپولیس هست استفاده کنه. ما بازیکن‌های خوبی تو لیگ داریم که میتونن به پرسپولیس کمک کنن، ولی باید این طرفدارامون آستانه تحملشون بالا باشه. امسال سال سالش سختیه. شما موافق جوان‌تر کردن تیمی پس؟ قطعاً باید این اتفاق بیفته. ببینید باید یه برنامه 3 ساله داشته باشن. شما اگه بخواید الان با 1 سال این مربی یا هر مربی دیگه بیاد، این تیم امسال کار سختی داره و با این طریقه یار گرفتن با این جذب بازیکن جز اینکه طرفدارای خورده نگران باشن چیزی نیست. همه ما نگرانیم، یه واقعیت باید بپذیریم. خیلی از بازیکن‌ها اومدن رفتن، مربی‌ها اومدن رفتن، اون چیزی که میماند نام پرسپولیس این طرفداراست. ممنون آقای دانش‌زاده، بحث رو در مورد پرسپولیس به پایان می‌بریم، با شما ادامه خواهیم داد. بریم یه تصاویری ببینیم، برگردیم برنامه رو با آقای دانش‌زاده ادامه می‌دیم. با پایان مرحله 1/4 پایانی یورو 2024 تیم ها 3 روزی استراحت میکنن و بازی ها فعلا تعطیله، اما بازار اخبار از حاشیه این رقابت ها همچنان داغه. احترام در اوج رقابت. تو دیدار اسپانیا و آلمان خطای شدید تونی کروز باعث مصدومیت و خروج پدری هافک تیم ملی اسپانیا از زمین مسابقه شد. حالا تونی کروز بازیکن آلمان در پیامی در صفحه شخصیش از این بازیکن عذرخواهی کرد و گفت پدری معذرت میخوام و امیدوارم زود خوب شی، به هیچ وجه قصد نداشتم به تو آسیب بزنم، برات بهترین ها رو و یک ریکاوری سریع آرزو میکنم، تو بازیکن فوق‌العاده‌ای هستی. کاپیتان فرانسه سریع‌ترین بازیکن یورو. وبسایت رسمی یوفا با بررسی تورنمنت رو تا پیش از نیمه نهایی معرفی کرد. کیلیان امباپه از فرانسه با سرعت 36.5 کیلومتر بر ساعت در صدر این فهرست قرار داره و فران تورس از اسپانیا جایگاه دوم رو از آن خود کرده. واکنش کومان به منتقدان هلند. رونالد کومان سرمربی هلند به حواشی به وجود اومده نسبت به عملکرد لاله‌های نارنجی در یورو واکنش نشون داد و گفت میدونم که مردم میگن ما با بهترین تیم‌های جام بازی نکردیم، اما تفاوتی بین کیفیت ما اونها وجود نداره. به اندازه اونها برای رسیدن به فینال کیفیت داریم و برای رسیدن به اون خواهیم جنگید. رونمایی از توپ جدید در بازی‌های نیمه نهایی و دیدار پایانی یورو. آدیداس به شکل رسمی از توپ عشق فوتبال رونمایی کرد. این توپ نقره‌ای که رنگ‌های پرچم آلمان درونش دیده میشه در نیمه نهایی و دیدار پایانی رقابت‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مهدیار مصطفی‌لو، خبرگزاری صدا و سیما. تا همینجاش یوروی متفاوتی بود و نتایج متفاوت. حالا 4 تیمی که آیه دادش‌زاده رسیدن به این مرحله به نظرم جذابیت‌های خاص خودشون رو دارن و طرفدارای خاص خودشون رو. بله. ارزیابی شما. ببینید من برای من تو این یورو خیلی جای سوال بود این رد و بدل گل‌ها بود. یعنی ببینید اینقدر تیم‌ها تو خط دفاعشون و تو دروازه اینقدر مستحکم بودن. شما ببینید خیلی از بازی‌ها به پنالتی کشید، خیلی از تیم‌ها می‌بینید با پنالتی به مرحله بعدی رسید. یا فرانسه فقط با گل خودی اومد واقعا. خب فرانسه‌ای که ما مدعی قهرمانیه و یه تیمی که به هر حال فوق‌العاده است، ولی شما می‌بینید در زدن گل‌ها ضربات آخر کم دقت مشکل داشت. این نشون میده که تمام دنیا دارن تو خط دروازه و دفاعشون خیلی دارن
اهمیت میدن و دارن بیشتر روش کار میکنن، چون فاز حمله همه تیما و تو این تاریخ تو این سالها ما دیدیم خط هافک و فاز حمله همه تیما حتی توی ایران شما نگاه کنی به مراتب بهتر بوده، ولی کم کم الان دارن روش میارن به خط دفاع تا بتونن گل نخوردن، خودش الان میگن به استفاده هنر. اسپانیا فرانسه برنده به نظرتون؟ والا سخته، ولی خب من اسپانیا رو بهترین تیم این دوره دیدم، فوتبال شناوری داره، راحت مالکیت توپ میگیره، زده حملهش فوق‌العاده است و راهی رسیدن به گل خیلی بره. جوونیش فرانسه مشکل ایجاد میکنه؟ شاید فقط جوونیش جلوی فرانسه بخواد کار دستشون بده، ولی فوق‌العاده است تیمش. من فکر کنم اسپانیا برنده بشه. ممنونم، خدا از دهنتون بشنوه. به شدت اسپانیایی هم. هلند انگلیس؟ هلند انگلیس والا به نظر من انگلیس تجربهش بهتره، تو بازیام شما دیدین خیلی مستحکم‌تر بود، ولی هلند تیمیه که دونده، تیمیه که توی شرایط سخت میتونه گل بزنه. ما باید ببینیم چه اتفاقی میفته. امیدوارم انگلیس نبره. امیدوارم. شب شما بخیر آقای داداش زاده، ممنون که در این گفتگو حضور داشتید. خیلی متشکرم، مرسی از برنامه. قربان شما، برنامه رو پی خواهیم گرفت. رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال امروز در نشست خبری به سوالات اهالی رسانه در خصوص نقل و انتقالات بازیکنان پاسخ داد. هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال دستورالعمل جدیدی با نام مقررات ملی کارگزاران فوتبال تصویب و به باشگاه‌ها ابلاغ کرد. شفافیت به همه کمک می‌کنه، باعث میشه که از پستو این روابط بیاد بیرون و ما در دیوارهای شیشه‌ای، اتاقای به اصطلاح شیشه‌ای کارمون رو انجام بدیم. این تصمیم جدا از کاهش فساد برای جلوگیری از فرار مالیاتی کارگزاران تصویب شده. اشخاصی که ممکنه فاقد مجوز باشن و با به اصطلاح نقل و انتقالات سنگینی تو این حوزه حضور داشته باشن، همین یه نکتهش، یعنی مسئله مالیاتی اقتضا میکنه که ورود جدی بشه که این تبعیض ناروا به نظرم رخ نده. یکی از حواشی سالهای اخیر در بحث کارگزاران درآمد بیش از 100 میلیاردی برخی و نفوذ در باشگاه‌ها بوده. نفس دارا بودن درآمد بالا اشکالی نداره. اگر به ما گزارش بشه که یک به اصطلاح درآمدی کسب شده مثلا خارج از چارچوب مقرر در آیین‌نامه باشه، همینطور که اشاره کردن 5% مثلا بیشتر، این میشه تخلف برای ما، در صورت اثبات قابل رسیدگی است. در مقررات جدید کارگزاران دارای مجوز حتی اجازه استفاده از نماینده در مذاکرات با باشگاه‌ها رو ندارند. در مقررات قانون تجارت به عنوان قانون مادر گفته شده که این شغل‌ها شغل‌های قائم به شخصه. یعنی چی؟ یعنی کسی که پروانه اشتغال به دلالی رو داره خودش فقط میتونه فعالیت بکنه. اینطوری نیست که حق معرفی نماینده داشته باشه. با وجود اینکه نشست خبری رئیس کمیته وضعیت بازیکنان و مربیان در خصوص کارگزاران فوتبال بود، اما نمیشد از فسخ قرارداد بیرانوند با باشگاه پرسپولیس گذشت. در حقیقت اون چی که به عنوان طرح دعوی از باشگاه پرسپولیس به فدراسیون فوتبال واصل شده رو به طرف مقابل ابلاغ کردیم، منتظریم پاسخشون رو بگیریم. جلسه رسیدگی هم به زودی برگزار میشه. در مقررات جدید با اثبات تخلف کارگزاران دارای مجوز، پروانه فعالیت اونها باطل و برای همیشه از فعالیت در این حیطه محروم خواهند شد. مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما. ملی پوشان فوتبال 7 نفره برای حضور در جام جهانی این روزها در تهران تمرین میکنند. سومین مرحله از اردوی آماده سازی تیم فوتبال 7 نفره پیش از جام جهانی روسها تو تهران در حال پیگیریه. شرایط تیم خیلی خوبه، خدا شکر کادر فنی تدابیر خوبی چیدن و تمرینات خوبی رو داریم. بتونیم امسال برای اولین بار قهرمان جهان بشیم و کسب مقام ارزشمند برای کشورمون باشیم. رقیب اصلیمون که از همه قوی تره اوکراینه و ما دوست داریم که شرایطی وجود بیاریم که اونا نتونن از اون موقعیتی که دارن استفاده کنن. و همین دلیل میگه که ما تو نصف زمین میره تحت فشار تمرین میکنیم. از نکات قابل توجه این اردو تلفیق جوان ها و با تجربه هاست. تمام سعی تلاش میکنیم که جایگزینه با تجربه ها بشیم. سال اولمونه. این هنریه که آقای رعدی و آقای طارمی، آقای غلام و سپور کادر فنی تیم دارن که اینها رو مهیای رقابت های جوانی کنیشون.
در حاشیه تمرین ملی پوشان و اعضای کادر فنی از دغدغه‌ها پیش از مسابقات جام جهانی گفتند. مربی‌ها لطف کنن یه بازی‌های تدارکاتی بیشتری بذارن که بچه‌ها بیشتر تو شرایط فوتبال مسابقه باشن. سال گذشته چند تا بازیکن‌های تیم ملی بزرگسالان به ما کمک کردن و تیم اعزام شد. بیان جلو و نذارن که این تیم خود اینه کرده به خاطر مسائل مالی اعزام نشه. اما آخرین اخبار از وضعیت کلاس بندی تیم فوتبال 7 نفره. برگ برنده مجموعه ما هست که ما کلاس بندی رو دوباره به کشور برگردوندیم، هم در بخش آقایان هم در بخش بانوان. بازیکنای جدیدی رو هم که الان در ترکیب تیم داریم، اگر که انشالله جزء ترکیب اعزامی انتخاب بشن، بازیکنایی هستن که از نظر کلاس بندی هیچ مشکلی ندارن و در اونجا به اون کلاس مورد نظر دست پیدا میکنن. سومین مرحله از اردوی آماده سازی تیم فوتبال 7 نفره کشورمون قراره که تا جمعه 22 تیر ماه ادامه پیدا کنه. مهدی ضیایی، خبرگزاری صدا و سیما دانشگاه امیرکبیر تهران. یه نکته‌ای که از آقای گریدو باقی مود اینه که ظاهراً مثل آقای خمس که در باشگاه تراکتور گفته بود خود باشگاه بازیکن بگیره، ایشون هم به باشگاه پرسپولیس این مسئولیت رو واگذار کرده و کمتر میخواد در نقل و انتقالات سهیم باشه. پایان برنامه مجله فوتبال، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.